آیا واقعا چای کاکتوس سر شما نرفت و شما برکنار شدین؟ ما چرا فکر میکنین که یک برنامه اجتماعی میتونه تصمیم گیرنده باشه؟ ما فکر نمیکنیم، میلیون ها نفر فکر میکنیم. از موش میترسین؟ آه نخیر در صحبت های تان معلوم میشه از وزیر صاحب داخلی افغانستان کم ناراض است. من برده وزیر داخله نیستم که تعیین سرنوشت به من بکنه. گاهی وقت شده که سر بچه ها پرزه رفته باشی؟ بله. انسان صادق هستی؟ خیر. سلام و سلام، صبح همه تان بخیر. آرزو دارم که صحتمند و سرحال باشین، در خانه تان باشین، برنامه ما رو تماشا بکنین، باز روز جمعه است، برین تفریح و چکر. بازم در برنامه صبحانه در کنار ما یک مهمان دوست داشتنی، یک خانم قندول است. کیست سارا جان؟ حسنا جلیل مهمان ماست دوستا، و من سلام و صبح بخیری دارم به تمام شما. منتظر مهمان هستیم تا از خانه برایه و بریم به طرف گلدن استار. در راه سرکار هم شما ببینین خودت هم بشه مدر میخوایی بشین؟ بله، من دختر خانوم هستم. من دختر خانوم اجازه نمیتر جمع بشین. نه بسیار خوشم بشن که من والا یعنیم دیرشی رک میبشم قدم هم چیز پخش نسان میتر آه بر صورت امراه ما بشین و ما رو امراهی کنین. میریم بخیر، ما و بانو حسنا جلیل طرف گلدانستان و فراجان نموتر دیگه میاین و همکارهای دیگه ما. حسنا جان خدا کنه دیگه که بخیر برسیم، تردیداتم خیلی زیاد است، یک دفعه در راه کدام مصیبت سرمونه یا یا من مطمئنستم آدم چی میگه برش به زندگی امیدوار میباشم. بله بله. اما در این زمان چیزی که تقدیر باشه، یعنی من به تقدیر بسیار عقیده دارم، اگه قسمت ما به بالا شدن امروز نباشه میرسیم بخیر. میرسیم بخیر، مگم تهدیدات بسیار زیاد است، مشکلات خیلی زیاد است، آدم با ترس میه، گردن تان درد میکنه. گردن من رگ شده. خب گفتین ورزش، به خاطر ورزش یک چی می باشه، یک سیلیگک می باشه که دور می خوره. بعضی وقتا امروز از من دور خورده. کدام ورزش ها میکنی؟ ورزش های سبک میکنم معمولا. گفتم کدام ورزش رزمی نماشه به خاطر محافظت خودتا. ورزش های سبک میکنم معمولا به خاطر که نرم باشم با مانو، و در این زمان امو صبح من از خوک میخیزانم، ورزش میخیزانم. آل وقت میخیزین یا اون زمان وقت میخیزین؟ آل وقت میخیزم، چون خوام پوره میشه شب شب. یعنی شب به وقتش استراحت میکنم، به او خاطر آل وقت تر میخیزم، چون باز کتاب میخوانم و مینویسم. یعنی یک چیزی است که تقریبا میتونم بگویم خوام نرمال شده، به او خاطر صبحکی بهتر شده. به من سابق وظیفه میرفتین صبح وقت بیدار میشین شب نو وقت میامدین، تا حال چقدر امو چی میگن احساسات دخترانی که تانا میتونین نگاه کنین به خود برسین؟ امو من که روزای جمعه خانه میمانم ماسک میزنم، ماسک موی، ماسک صورت، ماسک جلد، کل چیزه. آله به او حالت برگشتین یعنی؟ تقریبا برگشتیم، وقت پیدا کردیم چون حال وقت بندازی کافی دارم. نمیتونم بگویم او عادت هم است، یعنی بعضی کسا را میبینی که کار یک یک ساعت میکنم اونا در پنج دقیقه میکنن، یا مثلا رسیدگی رو که میکنه. یادت هم زیادتر است، ترجیحیت هم بعضی ها میتن، اما من میتونم بگویم که حالا بندازه کافی وقت دارم. وقت دارم او وقت هم نمیتونم بگویم که وقت نمیرسیدم، اما زیاد نمیتونستم برسم. یعنی در یک ماه یک بار شاید میتونستم برسم، اما حالا هفته بار حداقلش یک بار. خوب است. کدام ماسک رو میزنین؟ ماسک صورت نمیزنم من معمولا، اما چیزی که دوست دارم معمولا رنگ موی است، چون رنگ موی زیاد چهره ما تغییر میده، به او خاطر دوست دارم هر چند وقت بعد موی ما رنگش تغییر بدم. اما میفهم که چقدر غیر صحی هم است در این زمان، به او خاطر کوشش میکنم یک بیلانس بین ادوش نگاه بکنم. باز خانه خودتان رنگ میکنین یا آرایشگاه؟ نه، آرایشگاه باید برام دیگه، چون من زیاد مسلکی نیستم. نه، چون من مسلکی نمیتونم رنگ بکنم، اما در این زمانم و خود آدم نمیتونه رنگ بکنه قسمت پشتر موی خود، به او خاطر. بس باش که بخیر برسیم. روبندی هم یک کمک هست یا امروز یک کمک خوب است؟ نه، امروز فرصت هست. امروز روز جمعه هست، یک کمک فرصت هست. چی خوش دارین در صبحانه؟ در صبحانه من معمولا خو امی نان ما وطنی کیست یا تر، نان بسیار لکس نیست، اما
صوبانه که زیادتر دوست دارم تخم امرای مرچ و ترکاری باب. خدا کنم زیاد دوست دارم اما ببینم که داریم جور میکنین دیگه خودتانا؟ این یکی از غذاهای هست که خوب میپزن و در پولیش باز چای دوست دارم. چای هلدار ملکه چای ملکه چای چای هلدار دوست دارم. بسیار خوب بسیار خوب. باز هر دویش هر دویش خوب هستم، یعنی یه چیزایی چون دوست دارم به او خاطر خوب پزیدم میتونم. وقتی خنده میکنم من برنامه های دارم که دیدم خوشحال شدم که از نزدیک میبینم، یک جالب خنده یک صدای بسیار جالب داره، مگم بسیار خنده چون از دل میخندم. خوب است که با این همه دغدغه و مشکلات بازم از دل میخندیم، خوش هستیم. ما بعضن اگه بخوایم که امو چی میگه یک بیلانس در زندگی خود ایجاد بکنیم، خندیدن نباید در سخت‌ترین حالت فراموش بکنیم. یک وقت یک کسی به من یک آدم بسیار هوشیار گفته بود که یک وقتی میرسه که سر تا گلوره به مت امی گل چی رو میگن؟ گل مت یک رقم گل است. میگه به گلو اگه بند ماند هنوزم خندیدن فراموش نکن. به او خاطر من دوست دارم بعضن از دل بخندم، چون امو زهر درونه میکشه خنده. دقیقا و من دوست دارم دیگرارم ببینم که میخندن. امروز خب فول خنده میکنیم، خیلی باشه. من فکر میکنم مقبول ترین چهره انسانایی هستن که همیشه در لبشون لبخند باشه، چون امو انرژی مثبت به آدم انتقال میدن. بازم خوش آمدین دوستان، ما در رستوران گلدن استار هستیم، برنامه صبحانه است و مهمان بسیار خوب ما خانم حسنا جلیل، معین پیشین وزارت امور داخلی افغانستان همراه ما هستند. خیلی خوش آمدین، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. با می جار جنجال های زیاد بازم آمدین به برنامه. شما سلامت باشین، خوش باشین، خوش هستم امروز با شما هستم. قربان شما، بخیر باشین. آیا واقعا چای کاکتوس سر شما نرفت شما برکنار شدین؟ به خاطر زیاد دوستای میرد فیسبوک نوشته کرده بودم. نیکایش میکنم. کاکتوس یک برنامه اجتماعی بود و صادقانه بگویم من خوشبخت هستم از اینکه یک از میمونایتان بودم و میزبانی آقای لشکری و یک برنامه اجتماعی است. و شما چرا فکر میکنین که یک برنامه اجتماعی میتونه باشه؟ ما فکر نمیکنیم. میلیون ها نفر فکر میکنه. من زیاد دیدم در صفحات اجتماعی نوشته بودم. ما در این بار نوشته بودم تصادفاً امی برنامه کاکتوس وقت نشرش و وقت یا روز اعلان شدن جانشین من فکر میکنم تفاوتش یک روز بود، به او خاطر مردم زیادتر ربط به او دادن، اما هیچ ربطی نداره با هم. بانو اصلا یک سوال که مجرد هستیم دیگنی؟ کلیه ایفا مجرد هستیم. برنامه ما یکم خودمانی است که بسیار جدی نگیریم. بسیار جدی نگیریم. چون که قبلا شاید مصروفیت وظیفه بسیار دغدغه‌های زندگی زیاد بوده، حتما اول فرصت شاید داشتین که فکر بکنین در رابطه با زندگی مشترکتان. فکر کردین گاهی؟ من فکر میکنم فکر کردن درباره زندگی مشترک ربطی به زیاد به وقت نداره که یک کسی از لازگی مصروف باشه یا نباشه. من فکر میکنم چون ما یک فامیل سنتی هستیم، من فکر میکنم چون قبلا هم من گفته بودم این ربط بسیار مستقیم به تصمیم فامیلی مداره. چون جدی سن امروز دیگر روزایی رقم جدی نمیدیم میکنم. امروز بسیار پیشانی دارم تو شد بسیار نه امروز تصادف من گردن درد است بیشتر برتان گفتم وی بیچاره من امروز گردن درد است بسیار شبا باشه از خوده اما هنوز هم کوشش میکنم چیره خندان خود نگاه بکنم با آن که بسیار گردنم درد میکنه سیدیش تاوبه مردم احساس نکنه ای برکناری شما سبب شده تا ناراحت باشین. نه بفرمایید بریم چو بریم بخیر. خیر صبحونه ببینیم بعد باز سر ادامه خواهد دادیم. شما میتونین که نشان کنیم و ببینیم که معاون وزیر داخله چی رقم صبحانه چی قمه خیرد. ما معمولا یک قالب داریم با کسایی که در بستای بلند همیشه کار کرده و هیچ کسی دوست نداره از او قالب خود برای بیرون، یعنی به مردم حداقل من میتونم بگویم به من که یک دخترک کوچک در گوشه غزنی بودم همیشه امو برداشت می بود که کسایی که در بستا کار میکنن آدمای متفاوت هستند و من مطمئن هستم هنوز همین نظریه در گوشه و کنار افغانستان هست و شاید فکر کنن که نانش خوردنشان متفاوت است، لباس پوشیدنشان متفاوت است، از جایی که لباس خریداری میکنن متفاوت است، در حال که رقم نیست. لباس شما جایی که خریداری میکنن میدانم از یک دوکانک بسیار خرد و در این حال
ما خریداری نمی کنم اصلا. من دروغ می خرم. شما داستان می سازید. نه ما تکه می خرم. تکه را از یک جای تازه بلد شدیم در خیرخانه است. یک دکانای محلی هستن. اما بسیار تکای خوب خب ما تکه ما در فروشی تکه زنونه را داریم. میشه بعد دیگه تکه کار داشتیم. بر ما زنگ بزنیم. من تکه تو برابر بزنیم. دکان خودتان نه. نه من تکه میگیرم اما خیاط دارم که برم جور میکنم معمولا اما ایره سالای زیادی پیش از اینکه وزارت داخله بیایم من میرقم بودم یعنی زیاد تفاوتی نداره خب فکر میکنم چون سایز ما شما بسیار خرد است پیدا نمیشه چطور نه اون رقم نیست پیدا میشه اما بعضا بعضی لباس ها اگر کیفیتش کمی خوب باشه چیزی است که در افغانستان به مو نرم و استاندارد عنعنوی ما نمیزیبه یعنی همنوا نیست به او خاطر یک چیزی باید بدل خود جور بکنیم که هم طرف اسلامی شو بگیریم هم طرف کیفیت شو بگیریم هم طرف مدرن بودن شو هم طرف مدرن بودن شو سلامت باشی به من هیل آوردن چرا؟ چون گفته بودن در برنامه تاکتوست چای الدار بسیار دوست دارید فراموش شده بود همین چای الدار نرشیش بودم برصورت حالا نگوین باز دوباره که من پیشانیم ترش است نیست پیشانیم ترش خوب نه پسان خوب شده میره پیشانیتان باز شده میره من گردن خود یک رقم بیرون باز پیشانیم ترش نمیشن خواه سوال دو مربوط خودت نشه اگر این وقت ما سوال کرده سوال دو ما وقت پرسیدیم خب خیلی سوال شده سوال دو مربوط خودت نشه اولین بار که خبر شدین که دیگه معاون وزیر داخله نیستین چی احساس داشتین و کی بر شما خبر رسان این نفر خود میکنک نکنین چه خبر بر من رسانده نه یک چیز من بگویم خب هر روزی که یک آدم هوشیار مقرر میشه یک جای و روزی که امو ماموریت شروع میکنه به این دیدگاه شروع میکنه که ماموریت من یک روزی ختم میشم و روزی که ختم میشم من با کدام دستاورد میبرایم من که خبر شدم من فقط چرت میزدم که خود که خب من سر از فردا مثلا دفتر نمیرم چون من در ظرف 24 ساعت خبر شدم و امو با خود در ذهن خود فقط حساب میکردم و میچیدم که من در 2 سال چی کار کردم در 2 سال و 6 هفته چقدر دستاورد داشتم و به من خوشایند به این بود که من ای که در وزارت داخله رفتم و هیچ کسی مرا قبول نداشت و هیچ کسی به مؤثریت من اعتبار نداشت بعد از 2 سال من خودم میفهمیدم که چقدر کار کردیم و یک تعداد زیاد همکارای ما به من عقیده بود که من چی کار کردیم کی خبر داد داشت؟ به من ایش خوشایند بود اما کی خبر داد؟ وزیر داخله خبر داد و زنگ زد یا مستقیم خواست؟ نه زنگ زد به من خبر دادنش کمی متفاوت بود جالب بود به من بسیار جالب بود یعنی گپش به من ای بود که ما جای خودت صدیقی صاحب آوردیم و جواب من ای بود که صدیقی صاحب خوش بیاین اما در این زمان به من گفتن که ما حکم شما را در یک بست دیگه گرفتیم و او بسته ما ایجاد کردیم و رئیس منظور کرده گپ ما ای بود که ما صحبت کرده بودیم و من هنوز نمیتونم که بگویم که من قبول کردم او بسته چون ما 24 ساعت پیش صحبت کرده بودیم و گپشی بود که حال چطور کنیم که حکم امضا شده گرچند که کمی خفه شدم به یکی کار دور از امو دایره دموکراسیه یعنی سیستم بردهداری نیست که به کسی تعیین سرنوشت کس دیگه بکنه اما با وجود از او هم با اون که کمی خفه شدم به یکی که چطور میتونه که در عمود محوطه یا در زیر چتر دموکراسی کسی تعیین سرنوشت به من بکنه بدون حتی مشوره با خودم اونو یک بخش بود که کمی خفه شدم اما در این زمان یک تبریکی بسیار خوب برای جانشین خود دادم و یک پروسه بسیار خوب و دوستانه داشتم از لحاظ انتقال مسئولیت و به تبریکشون با یک دستگل رفتم یعنی ما یک تغییر فرهنگ تقریبا دادیم روزی که معرفی میشد من رفتم اما سخنهای خداحافظی خود داشتم اونجا با تمام همکارهای خود خداحافظی کردم مخصوصا همکارهای یونیفرم دارم پلیس کسایی که بودن و خوش به ای هستم که اما طرز خداحافظی ما به حدی دوستانه بود که من روزی که مقرر شده بودم هرگز باورم نمیشد همکارای یونیفرم داره من مرایق دوست داشته باشم و داشتم مگر یعنی
از صحبتهایتان معلوم میشه از وزیر صاحب داخلی افغانستان کم ناراض هستم. نه، ناراض نیستم، فقط یک کمی دمو لحظه ناراحت بی شدم که ما، یعنی من برده وزیر داخله نیستم که تعیین سرنوشت به ما بکنه، و این دموکراسی است. هر کسی که به هر ماموریتی تعهد میبنده به میل خود تعهد میبنده. و نشاید وزیر صاحب براتون یک لطف کرده که بالاخره همکار چند سالشان بودین خواست که دک دک هم میکنین این رقم؟ نه، وزیر داخله شاید فکر میکرد که باید حتما یک خانم، حتی اگه سمبولیک باشه، باید سر میز پالویش بشینه، حتی اگه سمبولیک و بدون صلاحیت و بدون مسئولیت باشه. و در یک از دلایلی که به ما میتونم بگویم قابل قبول نبودی بود که ما همزمانی که در وزارت داخله میایم ساختار منسجم میکنیم به خاطر مؤثریت، ما یک بست سمبولیک بسیار سطح بالا را به سطح رهبری، یعنی معادل معینیت، ما نباید دیگه باز برای دلخوش کردن اینوان موبایل ایجاد بکنیم. و اصلا دل مرا خوش نمیکرد، حتی دمی دلخوشی جایی برای من نبود، این دلخوشی برای کسای دیگه بود. از این گپا توی شمیم به ما برنامه کاکتوس نیست. به من گفتم که برنامه بسیار اجتماعی است تا که سیاسی باشه. نه بسیار اجتماعی است، آیستا آیستا اجتماعی تر شمیم. من گفتم یک بار ببینیم یال احوالتان از وزیر صاحب از بیکاری و از ما وزیر داخله را هنوزم دوست دارم، چون وزیر داخله افغانستان است و در اصل یک قوای بالاتر از 100,000 نفر است. اما تا وقت که وزیر داخله است دوست داشته. باز وزیر داخله که نبود، تنها که مسعود اندرابی بود، باز ما دو تا جدا گپ میزنیم. بانو جلیل، داشپزی کردن چطور است؟ ما شنیدیم که آی خانم بسیار خوب مزه‌دار پخته کردن. این کی برتان گفت؟ این کی برتان گفت؟ من فراجان خنده میکنم معلوم دارم اینا گفتن. بسیار مزه‌دار آی خانم. بسیار مزه‌دار آی خانم بود. قدر مزه‌دار که دامیال مزیش از دان مونه. قضیه چی هست؟ من از جنیال نیست. قضیه یه است که بعضا ما وقتی که دوستای ما بخواییم دعوت بکنم، باز معمولا خودم میخواییم یک قسمت از غذا را بپزم به پاس حرمتی که به میمانای خود میمانم. باز ما تصادفا فقط چند غذا را یاد گرفتیم از مادرم و از بیبیم و اینا، یک از او آی خانم است. و به اقتداد دوستایم چند بار گفتم که بیاین با ما مثلا چیپ داشته باشین، من براتون یا آی خانم میپزم میفرستم، یا ای که بیاین خانه یک جای آی خانم میداشته باشین میخوریم، مهمان ما باشین. باز بهانه های متفاوت بود تصادفاً که به ما آمد. یک بار یک از همکارایشان خارج میرفت، باز گفتن که نه امیر به بعدتر مندازیم تا که ما برگردم. باز یک بار دیگه گفتن که نه، در دفتر ما روان نکو، در جای کار ما روان نکنین، باید در خانه باشه. وقتی کس خودت میمان میخوای کنه؟ یعنی شما میمان؟ نه نه، ما نبودیم، نه کسایی که بودن، هم دوستایی که بودن. حال در دفتر کار تو میمان کنه؟ دوستایی من تصادف با اینا فکر میکنم که به تماس بودن. به تماس بودن، به او خاطر به من شفاعت کردن. برز بودن، جای خانم خوب میپزین دیگه؟ بد نیستم، نمیگم که بسیار خوب میپزم، حال کدام تا مرچله چالش نکنه، کدام کسی خودستان، کدام خانم از سمت شمال، مطمئنن که میبازم، اما بد نیستم. چند وقت پیش در صفات اجتماعی آوازه شد که شما سفیر افغانستان در کانادا شدین. ایران میخوایم بدانم اولین بار در کجا خواندید، در کجا شنیدید، چی تصور داشتین که واقعا چقدر خوشحال بودین که رئیس جمهور نه شما رو دید نه مصاحبه کاری گرفت و شما را سفیر افغانستان در کانادا است؟ جالبی است که به من یک از دوستای بسیار خوبم یک خانم است از سکتور رسانه است. من از جم میایم خانه از ورزش و امی که خانه میرسم که پی در پی زنگ پشت زنگ است. یکی به من میگه که سفیر شدی و بیبی من به من زنگ زده بود که تو بی‌غیرت، تو نگفته بودی من در افغانستان میباشم که میخوای فرار بکنی؟ و گفت من یه که چی گپ شدم. یک وقتی با ما بیادر خوردم گفت که در رسانه سر و صداست به ای که خودت سفیر افغانستان در کانادا شدی. گپ می بود که چون مردم واقعا به ما بسیار مهربان بود، یک هفته مرا در 4-5 جای یا تا اینو بست کرده بودن، اما یه مردم کرده بود خلاصه. و گپ می بود که باز دوباره مردم به ما مهربان شده و مرا تا اینو بست کردن. یک دفعه رئیس شرکت برشنا کردن، یک دفعه معاون شاروالی کابل کردن، یک دفعه سفیر افغانستان در کانادا. خب
در جاهای متفاوت مر تعیین بست میکردن، یا از دوستی یا از دشمنی. ما که خوش بودیم برو یکی از کسایی که حداقل امرایش در ارتباط هستیم سفیر افغانستان این در کانادا است. یک وقتی از کانادا نیاز داشته برش زنگ زد. یک وقتی دیدم که رسانه‌ای شد، رسانه‌های معتبری نشر کرد که فکر میکنم به اونا وزارت خارجه تایید کرده بود، چون ما به یک از رسانه‌ها پیام موندم که این غلط است. باز اونا گفت نه، ما منابع ما تایید کردن. و گپ می بود که من خوب این وظیفه کدام وقتی به من گفته نشده یا من انترویو نشدیم. باز این دوست من تصادف بسیار جالب بود از یک از رسانه‌ها بود. ای به من پیام ماند گفت که مثل که دفعه پیش ناخبر مقرر شده بود، این بارم ناخبر مقرر شدی. بابا بسیار جالب تمام شد که من حتما در کدام رسانه گفتیم که من ناخبر مقرر شدیم، در حالی که من هیچ وقت ناخبر در جای مقرر نشدیم. مثل که وزیر صاحب داخله لطف کرده بود من ناخبر مقرر کرده بود و من هم نگفتم، چون من تعهد نبسته بودم. گپ مایی بود که من که معاون وزیر داخله شدم، برای لوی که ناخبر نبود، یک انترویو بسیار منظم بود و در عین زمان به ما وقت داده شد که فکرت بکو، باز پس دوباره به ما احوال بده که میخوای شوی نشوی. اما این مسئله فکر میکنم تا حد مسئله میدیایی بود و لطف مردم بود که مرا معاون سفیر تعیین کرده بودن، سفیر افغانستان در کانادا تعیین کرده بودن. در کدامش خوش بودین که مقرر شوین؟ از همین چند تایی که مردم انتخاب کرده بودن. این معاون شاروالی خوب است که شاروالی تصادف یک بخش بسیار کلیدی است در افغانستان. شاروالی کابل بخصوص کابل بسیار کلیدی است، اما هر کس بساز ظرفیت خود. ما این برشنا در شاروالی اصلاحاتی که پاشا میشه در شاروالی مطمئن بودم که زیاد موفق نمی باشم. شاید برشنا هنوز گفته نمیتونم و تصادف رئیس به برشنا هم دوست داشت من رایش کار بکنم، نورزای صاحب. اما گپ ما این بود که مطمئنا در داخل افغانستان دوست داشتم کار بکنم، چون تمام امو دار و ندار من در داخل افغانستان است، از بیبیم گرفته تا تمام قوم خیش. نام خدا بیبی تانم یار دوست دارم. یار لحظه در هر برنامه من متوجه استم از بیبی تانم. چون بیبیم دوست دارم دیگه و در این زمان بیبیم بسیار حامیم است. با از این لحاظ یک چند کار خانه در وقتا که در خانه هستین انجام میتین یا کدامش خوب میتین انجام بتین؟ والله بیشتر کارش هم میکنین یکی که بیرون میرفتم زیاد زیاد کار خانه میکردم. حال مادرم کمک میکنم، فرق میکنه به اینکه مادرم به کدام کار مرصدا میکنه. در ظرف شستن، کالا شستن و یا جارو کردن؟ ظرف شستن. به ظرف شستن. اما تا که مرا کس صدا نکنه نمیرم به کار. در روزا چی میکنی؟ در روزا میخوانم و مینویسم. فقط فیسبوک یا نه یکان کتاب چند میبینیم؟ نه، من اصلا از وقتی که برآمدیم در فیسبوک دیگه نیستم. من نه یک موضوع نوشته کردین، به خاطر سوال کردم، نوشته کردین و گله کردین و شکایت کردین، باز داخل گفتین که من در مورد جیگر جنرال هم معلومات جزئیات نوشته میکنم، حتما مردم بال کنم. آها نه تصادف، باز پس این پوست یا اینمی مطلب را که نوشته کردین دوباره او را حذف کردین؟ نه حذف نکردم، او را پوت کردم به دلیل از اینکه مردم منتظر بود که من باید درباره جگر جنرال و نازداری رئیس جمهور رو نمیفهمم چی باید بنویسم، چون از من زیاد خواهش کرده بودن. او را پوت به خاطری کردم که او را می نویسم اما در متن یک متن دیگه می نویسم، یعنی در فیسبوک نمی نویسم. و چون او را تقریبا ربط دادم به مسائل دیگه، به او خاطر او را ماندم به اینکه در وقتش باید به مردم بتم شد. اما متن بسیار جالب آمده، خصوصا جیگر جنرال با متن هویت و عزت اجتماعی نیمه میراثی من. این بسیار زیاد یک متن خوب آمده و من مطمئن هستم هر کی که بخواند دیگه خانمی که در هر سکتور کار کنه برش لقب نمیتن. اما خلاقیت خود مردم به کارهای مثبت برای ساختن افغانستان و برای بهبود افغانستان استفاده میکنن، نه به اینکه یک خانم اذیت بکنن. به او خاطر روماندم که در متن بهتر بنویسم. خب یعنی ما منتظر باشیم که در مورد جیگر جنرال بنویسیم. چی خواهد نوشته؟ بیشتر برخون بکن. خب نه با جزئیات نمیشه بر ما بگیم که نه دیگه، خب باز مردم منتظر چی باشه؟ از جیگر جنرال هایی که شما استفاده میکنین زیاد بر خانوم از اونا نه باز اونا چی دارم بنویسم؟ که یک کسی یک متن نوشته در صفحات اجتماعی و مرا تک کده و در اونجا بسیار مقبول نوشته که من جیگر جنرال صدایت میکنم. خب من که دیدم هیچ خوشایند برم نبود، چون از یک آدم قلم بدست اگه ایره مشنوی.
و یک کسی است که فیسبوک چلاون کیم نیست و این نوشته که من جگر جنرال صدایت میکنم خواهم یک پاراگراف اول که میخوانم دیگه هیچ خوشم نامد اما پاراگراف دوم که آیسته آیسته میخوانم خوشایند شده روان است و همون چکیده ای متنی بود که من جگر جنرال به خاطر صدایت میکنم که رفتن به خط اول دیدن سربازا در خط اول جنگ نمیفهم اینی کارا کردن جگر میخوایم به او خاطر من جگر جنرال صدایت میکنم و به من صادقانه بگویم بسیار خوشایند بود به من و به او خاطر این مانده میره حتما مینویسم اما در یک متن درست مینویسم خیلی مام از امید دید شما جگر جنرال صدا میکنیم یک چیز دید مام امید دید خاطر هر خانمی که در سکتور امنیتی و دفاعی کار میکنه مخصوصا خانم هایی که یونیفرم دار هستن و اکثریتشون در قطعات ماربوی هستن اینا کسایی هستن که یعنی ما امروزی که در وزارت داخله هم نیستم چی در اردو باشه، چی در پلیس باشه، چی در امنیت ملی باشه ای خانمان قهرمانتر از هر مرد است به کاری که میکنن به محیط تنگی که دارن به جنجالایی که در محیط کاری خود دارن قهرمانتر از هر مرد هستن و هنوز هم مؤثر هستن به اون خاطر این کلمه دیگه فکر میکنم امی اصطلاح آیسته آیسته ارزش خود از بس داده روان است خوب. چون خود مردم میخیزه میگه که اینی کارا جگر میخواه که میخواه در این وقت سوالای داریم بانو حسنا که شما برعکس جواب میتین اگر جوابتان بله است نخیر جواب میتین اگر نخیر است بله جواب میتین یک موضوع دیگه که من جواب دادن دیگه فکر کنم در بین گفایشان نه یک موسیقی میشنیم بعد از چندان موسیقی که دوست بسیار خوب ما شکیب جان غوثی اونجا شده قرار یک موسیقی داره بر ما شما بشنویم دوباره برمیگردیم درست جلوت در افق خاطر پیداست هنوز جلوت در افق خاطر پیداست هنوز یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز نر نی مایل پرواز دل آمرگت باد گر نی مرگت باد سکران فاصله بین تو دریا سنوز سکران فاصله بین تو دریا سنوز یادت آرام میشه درد دل تنهاست هنوز تشکری میکنم از اینکه تا این لحظه ما رو بیننده هستید مطمئن هستم که با بانو حسنا جلیل خسته نشدین از صحبت های شیرین و خوبشان حالا سر سوالات برعکس میریم گاهی وقت شده که سر بچه ها پرزه رفته باشین بله اما یه جوابای برعکس بله میگن شلغم غذای بسیار مورد علاقه شماست نه خیر یعنی بله چون بسیار مفید است. خب من که زکام باشم به شلغم جور نمیشم. تو به شلغم. نه واقعا بسیار مفید است. بسیار مفید است. تا شلغم نخورم پس سر حال نمیایم. شلغم امو موادی را که داره ما درک نمی کنیم. یعنی به ما شلغم یک کلمه شده که به هر کس ناخوشایند باید باشه. امو یک نعمت خدا است که در داخل از اون مواد است که به اکثریت مریضی های ما دواست. دقیقاً. مشکل ما ایست که ما در عمق یک چیز نمیریم امی که یک کس با ما که الان شلغم روز و مود میشه دیگه خب شلغم هم باشه شلغم های چوشه چوچه سرخ سرخ از اون اطراف که میارنی وطنی بسیار مزه داره از موش میترسیم؟ بله نمیترسیم؟
گاهی وقت هم شده که بدون آرایش به کدام محفل عروسی رفته باشم؟ آه نخیر نخیر در آمده با همین موضوع چند وقت پیش یک شونی خوری یکی از همکارهای رسانه ای ما بود من با لباس محفلی نرفته بودم من با لباس عادی روزمره رفته بودم آرایش کام خبر نبودی؟ خبر بودم خبر اتفاقا یک هفته قبلش مرا خبر کرده بودن و اونجا که رفتیم اول عکسایش که من موندیم خب دوستم از دوست بسیار نزدیک ما کلاگی میگه او لباس محفلی کلا نمیده دانش از که لباس محفلی تو نپوشیدی آرایشگاه نرفتی یعنی برای دختر خانم ما احساس میکنم بسیار مهم است که هفت قلم آرایش بکنن سرخی و صفایده بسیار زیاد بزنن با این لباس فیشنی برن با عروسی دستان چون محفل خوشی است هر کس دوست داره که امو بهترین نسخه خود معلوم شود یعنی بهترین لباس بپوشه امو بهترین سروازه به خود جور بکنه اما بعضا آدم نمیتونه یعنی ما در عروسی بعضی اقارب ما بوده که در آمدیم در محفل امو تو عادی اما آخر روز تجلیل مهم است، حضورت مهم است. بعضا اگر نمیتونی باز از عدم حضور که در حضور مهم است. یکی از تکیه کلمه شما آخر روز است. آه. زیاد وقت است متوجه میگن. میگن که زیاد دست باز دارین؟ یعنی بسیار... نه خیر. ما امیدوار است مادر میره نگفته باشه چون بسیار شاکی امو است. چون من نه تنها پیسی خودم مصرف میکنم پیسی مادرم مصرف میکنم من همیشه در طول مدتی که کار کردیم من همیشه یک پشتیبانی مالی فامیلی داشتیم همیشه اما جنجال مادر من هست که از خودم مصرف میکنی بچه‌م خانه تا بود که از مرم مصرف میکنی آه نام خدا مهمانی را که دادید بسیار مصرف سر چی زیاد مصرف میشه؟ لباس یا چی؟ بعضاً در مواقع یعنی من بعضی وقتا میگم که پولی را که من مصرف میکنم اصلاً روزی من نیست روزی یک کس دیگه است بعضی وقتایی شده که ما از بانک پول کشیدیم از اکاونت خود یا از اکاونت مشترک ما و یک کسی سر رای میرسه که مثلا من اگر برم لباس بخرم یا مثلا یک چیزی به خود بخرم بعضا میبینم که ارزش و پول از اینی کار کرده به درد زیادم زیادتر میخوره و نفر واقعا نیاز داره به پول باز گفت من این همیشه که روزی من نیست روزی از او است باز میتونم برش کنم خب از کدام بانک میکشید بایسته بانک که نامش نگیرید منطقه آدرس خب بگرنی اگر ماش بیایه بانک کابل بانک است اگر اکاونت فامیلی ما باشه باز یک بانک دیگه است که من میگم از کدام را میری شما نه اونجا که ما مستا چای میشه دلتان مرما بسیزم نه یک چیز است به ما تفاوت بین یک کسی که واقعا نیازمند است با یک کسی که نیازمند نیست و در جانت خودم میزن اگر مردم بسیار زود و تفکیک کردم چون یک آدمی که نیازمند است میفهمی در چهره یک غرور میبینی و بسیار سخت است برش که از چیز بخواه یعنی هم غرور در حال شکستن است و تو نمیخوای که غرور رو بشکن آنها میفهمی زود یعنی آدم های نیازمند به غرور نیست و حتی شکستاندن هم غرور برش شکستن غرور معلوم میشه که نشه که آدم بگوی نمیتون او رو بسیار زود درک میکنی واقعا بسیار زود و به من دلیلی که بعضا نه نمیگم به خاطر ازی است که چون واقعا نمیخوایم غرور کسی بشکنه پیسه هم میره میایه خب یک چیزی است که امروز در یک دسته سبا در دیگه دسته است اما غرور یک آدم اگه یک بار بشکنه دیگه نمیاد من این لحظه در ذهنم آمد لحظه که خب برس رفت سوال بعدی اینو برای خان جور کردی دیگه چی در دلتان بود کرتش کردین تا اینجا آمد پس کرتش کردین باز گفتم یک رقم خود نمایی نشه خب آوازه است که خودت وزیر میشی او هم وزیر خارجه افغانستان خب این خیلی لطف مردم هم نیست لطف شما هست وزیر خارجه افغانستان نه این سوال های برعکس هست بله نه نه بله نه نه بله ما فراموشم شد که سوال های برعکس میگن مروه امینی یکی از خارخوانده های نوستان از ایک آها خارخوانده نه بله 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 تمام انسان صادق هستی؟ خیر شما در شاید با خبر باشین بیشتر نسبت به مردم و حالا ما شما هم شاید شما بیشتر با خبر باشین آیا واقعا صلح آمدنی است منتظرش باشیم یا بگریزیم از این کشور فقط اونم برعکس جواب بدید بله دل شما چقدر پر بود کتی سال صبحانه که نوشجان کردیم چطور بود مزه داد نه خیلی
تشکر خانم جلیل عزیز که حضور پیدا کردین، واقعا چند دقیقه امرایتان سپری کردیم، خیلی خوش گذشت. شما سلامت باشید. خیلی با مشکلم چی میگن شما رو دانستم که اما همین خواهش میکنم. ما دیشب ترس نزی بود که مردم فکر کنه که والای عروض در رسانه ها حضور پیدا میکنن و باید یک کار موثر ترم بکنه در پالوی ازی شوخی میکنم. نیمه گردن درد چون بودم به او خاطر شفای عاجل برتون میخواییم، بخیر خوب شوین. تشکر از اینکه حضور سلامت. سلامت. خوش شدم امروز با شما معرفی شدم. تشکر. اما خوش شدم که امروز در برنامه بخیر. تشکر میکنیم از گلدن استار به خاطر فراهم کردن مکان و صبحانه بسیار مزه‌دار. کم نام رئیسش رو میگیرم. رئیس به خاطر از جمع دوستاست میخواست نامش رو بگیرم، خب قانون نیست دیگه، خواهیم رستوران چانه فامیدیم که از دوستای تان است. از دوستای ماست. از دوستای ماست. تا برنامه بعد، تا با این که یکی از چهره های دیگه هم میاییم در خدمت شما، هم شما رو به علای پاک میخوریم. بازم باید تشکری بکنم از برند بانوی شرق از اینکه لباس من اسپانسر کردن. خدا نگهدارتان.